سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم عالی باشید. قسمت جدید از سری دانستانی کشورها، این قسمت کشور اتریش، کلی دانستانی حقایق و عجایب جالب در مورد این کشور وجود داره. 10 تاش رو توی این ویدیو بررسی می‌کنیم. امیدوارم بتونید تا آخر تماشا بکنید و ازشون لذت ببرید. اولین دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد کشور اتریش، پرچم این کشور هستش که میگن قدیمی ترین پرچم کل کره زمین به حساب میاد. از سال 1231 یک چنین پرچمی وجود داشته و یک تاریخچه خیلی جالب هم پشتش هست. میگن لئوپولد پنجم که پادشاه اون منطقه بوده به جنگ رفته با لباس سفید و بعد از اینکه حالا جنگ تموم شده لباسش کاملا خونی شده بوده و حالا قرمز رنگ، بعد از اینکه کمربندش رو باز میکنه یک حالتی مثل نوار سفید مانند وجود داشته بین دو تا لایه قرمز و الان همین توضیحی که دادم شده رنگ پرچم کشور اتریش. یه نکته خیلی خیلی جالب دیگه هم وجود داره، میگن دو تا نوع پرچم وجود داره. پرچمی که مردم استفاده میکنن حالت ساده داره، این همون دو تا لایه قرمز رنگ بالا و یه دونه لایه سفید وسطش هستش. از اینکه بگذاریم، میگن پرچم هایی که دولت استفاده میکنه عکس یه دونه عقاب روش هستش که اینا متفاوتش میکنه. نکته خیلی خیلی جالب و عجیب بود. دومین حقیقت شگفت انگیز در مورد کشور اتریش به پایتخت این کشور یعنی شهر وین برمیگرده. میگن با حدود 1.7 میلیون جمعیت، تقریبا 1/4 جمعیت کل این کشور توی همین یه دونه شهر زندگی میکنن و معروف به شهر موسیقی، موسیقیدانای خیلی خیلی زیادی توی حالا این منطقه زندگی میکردن. یکی از معروف ترین هاشون ولفگانگ موتسارت هستش. البته تعداد خیلی خیلی زیادی دیگه هم هستن که حالا اهالی موسیقی خیلی بیشتر باشون آشنایی دارن، ولی خب یکی از معروف ترین هاش همین ولفگانگ موتسارتی بود که گفتم. سومین نکته خیلی خیلی جالب برمیگرده به قدیمی ترین باغ وحش کل کره زمین که توی شهر وین هستش. میگن توی قصر شونبورن، اگر اسمشو درست گفته باشم، میدونه باغ وحش وجود داره که توی سال 1752 شروع به کار کرده و قدیمی ترین باغ وحشی هستش که توی کل کره زمین وجود داره و یک دوره میگن نزدیک به 700 تا نژاد متفاوت از حیوانات داخلش نگهداری میشده. واقعا نکته خیلی خیلی جالبیه و رکورد هم به حساب میاد. چهارمین حقیقت خیلی خیلی جالب برمیگرده به یکی از معروفترین روانشناس‌های کل تاریخ، آقای زیگموند فروید. میگن توی شهر وین به دنیا اومده و حالا همونجا هم زندگی میکرده و الان محل کارش و خونه‌ای که داخلش زندگی میکرده کارتی مثل موزه داره و افراد خیلی خیلی زیادی از کل دنیا سفر میکنن به اون منطقه تا از همین خونه و محل کار آقای فروید دیدن بکنن. پنجمین دانستنی خیلی خیلی جالب و عجیب در مورد کشور اتریش برمیگرده به جاذبه‌های توریستی و البته از اون طرف صنعت گردشگری این کشور. باورتون میشه سالانه بیش از 1 میلیارد دلار درآمد کسب میکنه از این صنعت. واقعا البته خیلی خیلی بزرگه و دو تا از معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری رو اگر بخوایم نام ببریم قصر شونبورن و از اون طرف کلیسای سنت استفان هستش. امیدوارم این اسما رو درست گفته باشم، ولی خب دو تا از معروف ترین ها همینایی بود که گفتم. دانستنی ششون برمیگرده به یکی از معروف ترین افرادی که توی اتریش به دنیا اومده و الان اسم بسیار بسیار بزرگی داره توی اون حوزه‌ای که فعالیت می‌کرده، آقای فردیناند پورش، مدیر عامل شرکت پورش. و البته یک نکته خیلی خیلی جالب دیگه هم وجود داره، میگن یک دوره طولانی طراح ماشین‌های شرکت ولکس واگن هم همین آقای فردیناند پورش بوده و توی کشور اتریش به دنیا اومده و همینجا هم زندگی میکرده. هفتمین حقیقت خیلی خیلی جالب در مورد کشور اتریش برمیگرده به یک قانون بسیار جالب و البته یک جاهای سخت. میگن خدمت سربازی برای آقایون حالت اجباری داره و اینکه در حدود 1 سال هم زمان میبره، ولی خب این حالت اجباری بودنش یک مقداری عجیب به حساب میاد. هشتمین دانستنی خیلی عجیب برمیگرده به علاقه شدید افراد اتریشی به خوردن قهوه. میگن بعد از حمله‌ای که ترک ها داشتن به اون منطقه توی قرن 17 خوردن قهوه خیلی خیلی رواج پیدا کرد توی این کشور و الان میگن به قدری زیاد شده که تقریبا حالتی مثل عادت به حساب میاد. البته از اینکه بگذره میگن یک قانون خیلی خیلی خوب هم مرسوم شده با عنوان قانون جوزه، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم. از این اسمش که بگذریم، میگن ساعت 3 بعد از ظهر تمامی افرادی که حالا مشغول به کار هستن توی کشور اتریش میتونن یک مدت زمان کوتاهی رو استراحت بکنن و حالا قهوه و کیک مصرف بکنن. اینم نکته خیلی خیلی جالبیه و این قانون به نظرم قانون خوبی به حساب میاد. دانستنی نهم در مورد کشور اتریش برمیگرده به سیستم آموزشی این کشور. میگن دوره اول مدرسه رفتن یعنی از
6 تا 10 سالگی حالت اجباری داره، بعد از اون حالت اختیاری داره. و این خیلی خیلی جالب و عجیب غریب دیگه هم که در مورد این کشور وجود داره، میگن مدارس فنی بسیار بسیار قوی و عجیب غریبی داره، تا حدی که مدارس فنی خیلی خیلی لولشون بالاتر به حساب میاد از مدارس که حالت عادی دارن. آخرین حقیقت خیلی خیلی جالب در مورد کشور اتریش برمیگرده به قوانینی که برای کارگرها وضع شده. واقعا قوانین خیلی خیلی خوب و مثبتی هستن. میگن در حالت عادی 13 تا تعطیلات رسمی وجود داره که تمامی کشور حالا تعطیل هستن و این کارگرها هم تعطیل هستن. از اینکه بگذاریم میگن 5 هفته رو به انتخاب خودشون میتونن حالا به تعطیلات برن، حالا هر دورانی از سال که خواستن، این به انتخاب خودشون هستش. و در مورد بازنشستگیشون هم برای مردها 65 سال هستش و برای زنها 60 سال. اون 5 هفته تعطیلات که دست خودشون باشه واقعا قانون خیلی خیلی خوبیه. این بود 10 تا دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد کشور اتریش. امیدوارم تا آخر تماشا کرده باشید و ازشون لذت برده باشید. اگر به دانستنی کشورها علاقه دارید، یه پلیلیست خیلی خیلی باحال این بغل داریم در مورد کشورها بیشتر صحبت کردیم، به اون سر بزنید. خلاق و پر از انرژی مثبت. خدا نگهدارتون.